شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو میبوسیدم، لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد. شاکرم به درگاه خداوند متعال بر نعمتهای بیکرانش. سر بر آستان ربوبی می سایم و شکر نعمتهای بسیارش، به ویژه نعمت اعتماد مردم و اعتماد رهبری معظم انقلاب اسلامی را به جا می آورم. سر بر آستان ربوبی می سایم و شکر نعمتهای بسیارش، به ویژه نعمت اعتماد مردم و اعتماد رهبری معظم انقلاب اسلامی را به جا می آورم. خورشید تابناک مردم سالاری دینی بیش از 40 سال در این سرزمین طلوع کرد با هدایت امام بزرگوار و عظیم الشأنمان و با همت والای مردم بزرگ و وظیفه شناس. مدل حکمرانی نوینی با عالم عرضه شد. در این مدل حکمرانی نو، امر دین در کنار دنیا، دولت مردان و مسئولان، مردم عزیز در این 40 سال بسیار تلاش کردند در جهت تحقق مردم سالاری دینی. در این 40 ساله اونجا که توجه به رهنمودهای امام و رهبری شد، به سیاستهای نظام شد، حوزه پیشرفت اقتدار و ارتقاء بود، و اونجا که بی توجهی یا کم توجهی شد به رهنمودهای امام و رهبری و سیاستهای مصوب نظام و اقتضای انقلاب شکوهمند اسلامی، اونجا حوزه مشکلات، کاستیها و گلمندیهای مردم بود. من بجاست نسبت به همه خدماتی که تاکنون در این 40 ساله انجام شده است و همه کسانی که در پیشرفت این کشور نقش داشتند و ایفای نقش کردند، صمیمانه سپاسگزار باشم و نسبت به همه کسانی که خدمت کردند و سهیم بودند در این پیشرفت ها باید ادای احترام کنند. انتخابات 28 خرداد جلوه ای از مردم سالاری دینی بود. در این انتخابات مردم علارغم همه دشمنی های دشمنان، علارغم همه شرایط بهداشتی، وضعیت کرونایی و مشکلاتی که بود، حضوری با شکوه داشتند، حماسه ای بزرگ خلق کردند. در کنار حماسه هایی که تا کنون به دست توانای مردم و با اراده مردم خلق شده، کسری بودجه 450 هزار میلیاردی، اینا وضعیت مردم رو امروز ما وضعیت مناسبی نمیبینیم، وضعیت و شرایط اقتصادی را، هم به دلیل دشمنی دشمنان و هم به دلیل کاستی ها و مشکلاتی که در درون داشتیم. اینها باید تغییر بکنه. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مسئله بیکاری، مسکن و دیگر مسائلی که امروز مردم نسبت به اون گله‌مندند،
و از همه بیشتر اونچه که مشکل ایجاد کرده، علاوه بر این که آسیب دیدن سفره مردم، آسیب دیدن کسب و کار مردم، باید اشاره بکنم به آسیب دیدن اعتماد مردم. دولتی خواستن که این دولت این آسیب رو جبران کنه، اعتماد رو به مردم بازگرداند، این فاصله رو بین ملت و دولت کاهش بده. و این رابطه بین ملت و دولت بسیار میتونه گره گشا باشه برای همیشه در کشور، بوده تا کنون، از این پس نیز این رابطه باشد تا بتواند مشکلات حل بشه، در مقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت بشه. از دولت جدید اون چه مردم خواستند یک تحوله. این تحول اجتناب ناپذیره برای کشور، باید این تحول اتفاق بیافته. برنامه دولت برنامه تحوله. این تحول مستند است به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، پیام 28 خرداد، پیام ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بود. اینها پیام‌هایی بود که مردم عزیزمون با رأی خودشون دادند و خواستند از دولت برخواسته از رأی مردم تحقق ببخشد، عدالت را، مبارزه کند با فساد، پایان بدهد به روابط ناسالم اداری، پایان بدهد به راندخاری‌ها، پایان بدهد به هر گونه ضد ارزشی که هیچ گونه تناسبی با اساس انقلاب و نظام و ارزش‌ها در این کشور ندارد. این پیام مردم بود و خواست مردم. در یک کلمه و در یک جمله عرض بکنم، پیام مردم پیام تغییر وضع موجود بود. شرایط و وضعیتی که درش قرار داریم، چه وضعیت اقتصادی، تورم 44%، بیش از 44%، شرایط و وضعیت رشد نقدینگی 680%، در این سالها بدهی های دولت از سال 94 سه برابر شدن، مشکلات بسیاری که در زندگی مردم اثر گذاشته و علاج کردن وضعیت کسری بودجه 450,000 میلیاردی، اینا وضعیت مردم رو امروز ما وضعیت مناسبی نمی‌بینیم، وضعیت و شرایط اقتصادی را، هم به دلیل دشمنی دشمنان و هم به دلیل کاستی‌ها و مشکلاتی که در درون داشتیم. اینها باید تغییر بکنه. مشکلات در این سند که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی بسیار حکیمانه نوشتند، هم وضع موجود به خوبی ترسیم شده، هم وضع مطلوب. ما باید وضع موجود و مطلوب رو دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و بتوانیم برسیم به وضعیتی که امروز مورد انتظار مردمه، یعنی تحقق فرازهای بلند بیانیه گام دوم. در این تحول ضروری لازم است که همه فرهیختگان، اندیشمندان، مسئولان، دغدغه‌مندان و عزیزان نقش‌آفرینی کنند، همه مردم مشارکت کنند، به میدان بیایند و این کار انجام شدنی است. ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد، گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد. حتما دنبال می‌کنیم مسائل پیشروی دولت را. یک مسائل ضروری و فوری وجود داره که از امروز دولت با اون مواجهه،
که باید دنبال بکنه. مسئله کسر بودجه، مسئله بازار سرمایه و ثبات بر بازار سرمایه و بورس، مسئله مهم کنترل تورم و گرانی ها، مسئله کرونا که امروز موجب نگرانی مردم عزیزمون هست، موضوع و مسئله آب و برق و بسیاری از نیازمندی هایی که امروز وجود داره. من به همه دولت مردان دولت دوازدهم خسته نباشی عرض می کنم، اما کارهای بسیاری است که از امروز پیش پای دولت ما یک برنامه تحولی آنی فوری کوتاه مدت تنظیم کردیم با نگاه به مسائل پیش رو که حدود 10 مسئله محوری وجود داره که از امروز دولت با اونها مواجهه. ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد. یک مسائل ضروری و فوری وجود داره که از امروز دولت با اون مواجهه که باید دنبال بکنه. مسئله کسر بودجه، مسئله بازار سرمایه و ثبات بر بازار سرمایه و بورس، مسئله مهم کنترل تورم و گرانی ها، مسئله کرونا که امروز موجب نگرانی مردم عزیزمون هست، موضوع و مسئله آب و برق و بسیاری از نیازمندی هایی که امروز وجود داره. من به همه دولت مردان دولت دوازدهم خسته نباشی عرض می کنم، اما کارهای بسیاری است که از امروز پیش پای دولت ما یک برنامه تحولی آنی فوری کوتاه مدت تنظیم کردیم با نگاه به مسائل پیش رو که حدود 10 مسئله محوری وجود داره که از امروز دولت با اونها مواجهه.